بیننده بخش نبض سلامتی صبح‌ها زندگی هستین و بسته تصویری را در رابطه با ضعیفی قلب و یا هم عدم اعفای قلب تقدیم شما عزیزا کردیم که امیدوار هستم معلومات کوتاه را حداقل دریافت کرده باشین و در رابطه با ضعیفی قلبی می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم با دکتر صاحب محترم قیس نکزاد، متخصص امراض داخله که همین لحظه در استودیو با ما هستند. دکتر صاحب سلام، صبح بخیر، بسیار خوش آمدین. خیلی ممنون رستم عزیز، عرض ادب و احترام خدمت خودت، خدمت تمام عزیزایی که زحمت میکشند و خدمت تمام دوستان عزیزی که بیننده و شنونده برنامه زیبایتان هستند. ما بسیار باید نقطه‌چین صحبت کنیم که مرد بزرگوار است که از نگاه ادبیاتی کدام استیل اشتباهات ما را اصلاح نکنه. نه خواهش میکنم، از هر لحاظ شما بهترین هستین. شما سلامت باشید. خوشحال هستیم از اینکه بازم شما را امروز در استودیو با خود داریم و مطمئنم که هموطنای ما و بخصوص اگر یک عضو از خانوادهشان دچار همچون مشکل باشه، همین لحظه پیش تلویزیون نشستن دیگه که صحبت‌های شما را بیشتر بشنوند. قبل از اینکه روی عوامل ضعیفی قلب یا ضعیف شدن قلب بپردازیم، خوب است مقدمه‌ای از شما داشته باشیم. هرگاهی که بر اساس یک تشوش ساختمانی یا تشوش وظیفوی قلب، خصوصا قسمت پمپش، نتانه که کار خود درست اجرا بکنه. کار پمپ قلبی است که ابتدا خود از خون پر میکنه، بعد از این باید به قدرت خاص باید پس دوباره از خون خود تخلیه بکنه. بله. پس هرگاهی که در سیر هر نوع تشوش ساختمانی و وظیفوی یا قلب درست نتانه که خود پمپا از خون پر بکنه یا ای که خون که در قلب جمع شده درست ایره پس به بیرون رانده نتانه، در سیر از یک مجموعه از اعراض، از خستگی شروع تا به کسالت تا به کوتاهی نفس در نزد افراد و اشخاص تحسس میکنه که را به نام هارت فیلیر یا عدم کفای قلب یا ناتوانی قلب، ضعیفی قلب، کمکاری قلب یا که میگه قلبم کمزور شده. این اصطلاحات بر از استعمال میشه. عدم کفایه یا نارسایی رستم عزیز امکان داره به شکل هارت تحسس کنه. یک دفعه قلب یک فرد به طرف نارسایی میره و یک امکان داره این پروسه به شکل مزمن تحسس کنه. سال هاست که فرد با عدم کفایه دست و پنجه نرم میکنه. عدم کفایه امکان داره که پمپ طرف راست را معوف کنه، پمپ طرف چپ را معوف کنه و یکی که فرد عدم کفایه مجموعی داشته باشه، یعنی هم راست هم چپ کار نکنه. عدم کفایه امکان داره که در سیر سیستول باشه یا مرحله که خون از قلب به بیرون رانده میشه و یکی امکان داره عدم کفایه در سیر دیاستول باشه، مرحله که پمپ خود از خون پر میسازن. به اساس هر علتی که میباشد، در صورتی که عوامل قابل اصلاحی که ما را در آینده به عدم کفایه میبره باید تثبیت بکنیم. فشار خون را نادیده نگیریم، استفاده نمک را ما طور سطحی فکر نکنیم، این چاقی را ما سطحی فکر نکنیم، اگر ما تکلیف خودی تایراید داریم این را عادی فکر نکنیم، اگر 24 ساعت پر از قلب ما پریده رئیس گپ شوخی نیست رستم جان. اگر ما مداوم کم خون هستیم یا اینکه به طور مثال کمبود شدید ویتامین B1 داریم و سایر عواملی که وجود داره، این را ما باید سطحی فکر نکنیم، به خاطر که در ابتدا اگر این عوامل اصلاح شود امکان داره که ما را نمانه که به طرف عدم کفایه بریم یا ای که عدم کفایه را پیشرفتش را توقف بده. ولی اگر این موضوعات نادیده گرفته شد، عدم کفایه و ناتوانی به مرحله غیر قابل جبران میره. هم هزینه تداوی بالا، هم مریض 24 ساعت باید دوا بخوره، هم میزان بستر شدنش زیاد و هم انظار خراب میشه. دقیقاً دکتر صاحب. خب یک فرد که مصاب به ناتوانی قلب و یا هم ضعیفی قلب هست، چگونه تشخیص نزدشان صورت میگیره؟ کدام معاینات را شما بهشان معمولا توصیه میکنین؟ دوست عزیزم، ابتدا وقتی که مریض مراجعه کرد به دکتر، دریافت‌های کلینیکی در دو بخش تقسیم میشه: اعراض و علائم. ابتدا اعراضی که پیش مریضا هست مربوط به استیج یا مرحله قلبی هست. ما مثلا تقسیم بندی های نیچا داریم. مریض در استیج 1 است، در استیج 2 است، در مرحله 3 است، در مرحله 4 است. در مراحل ابتدایی امکان داره مریض هیچ عرض نداشته باشه. دقیق. دوم، اعراض و شکایات نظر به این است که آیا عدم کفایه در پیش مریض در طرف راست قلب تحسس کرده، در طرف چپ قلب تحسس کرده و یا که مثلا عدم کفایه به شکل مجموعی است. عدم کفایه معمولا مریضا در کل یک کوتاهی نفس می داشته باشند، سلفه شبانه که بدون بلغم است امکان داره که پیش مریضا موجود باشه، تکرار تشناب رفتن پیش افراد اشخاص امکان دارد از طرف شب موجود باشد و در صورتی که عدم کفایه مترافق با احتقان یا کانجشن باشد، در این صورت مریضا استاس تا پیش برآمدگی را در شکم، پوندیدگی را در پاها و مثلا سیانوز و کبوتی، خستگی، بی‌اشتیایی، احساس تهوع و دلبدی را امکان دارد که تجربه بکنه. گرچه فرق میکنه که ما عدم کفایه سیستول داریم، عدم کفایه دیاستول داریم، عدم کفایه با دهانه پایان داریم، عدم کفایه با دهانه حفظ شده داریم، در کل این عرایم است. خب وقتی که مریض به دکتر مراجعه کرد، ابتدا مریض مورد معاینه فیزیکی قرار میگیرد. چند جای باید دقیق معاینه شه، یکی گردن به خاطر موجودیت مثلا واریدایی که برجسته میشه، سینه و به طور مثال خصوصا ساحه قلبی با مکانیزم تفتیش شروع تا به جس و مثلا شنیدن آوازهای اضافی که در قلب تاسیس کرده. در ضمن از او خود قسمت قفس سینه به خصوص شوشاک یا مثلا کدام آوازهای غیر نرمال در شش تاسیس کرده نکرده. شکم و نهایات اوزایما پیش مریض موجود است نیست، در شکم مریض آب جمع شده یعنی یک گپ است که در معاینه خانه خلاصه میشه. بعد از این اتکا میشه به معاینات عزیز دل که از یک معاینه گراف ساده قلب شروع میشه تا به معاینه ایکوکاردیوگرافی، تا به نیاز میشه بعض اوقات معاینه ام‌آرآی قلب، تا به مثلا معاینه انجیوگرافی و تا به بعض تستایی که در خون است. فعالیت گرده مریض ارزیابی میشه، شکر مریض رد میشه، کمخونی مریض رد میشه، کمبود ویتامین B1 مثلا باید ارزیابی شه، پرکاری و کمکاری غده تایراید. جمع معاینات و مارکرایی که نشان میده که به چه شدت عدم کفایت در بوتانها تأسس کرد. دقیقاً دکتر صاحب، معمولا عدم کفایت قلب را ما در افراد بزرگسال میشنویم یا هم شکایاتشان از افراد بزرگسال معمولا میشنویم. آیا جوانها هم ممکن است عدم کفایت قلب مصاب شوند؟ چه سوال زیبا و مسلکی. خوشم آمد عزیزم، خوشم آمد. عدم کفایت اصلا یک مرض ایجینگ است. یعنی 75% افرادی که نارسایی قلب دارد دوست عزیزم سنش بیشتر از 65 سال است. ولی نظر به این که چه سبب عدم کفایه را در ما ایجاد میکنه فرق میکنه. طفل هم امکان داره که دچار عدم کفایه قلب شود. مثلا یک طفلک پیدا شده با سوراخ‌های ولادی قلب، این در ولایت دوردست است، هیچ به دکتر مراجعه نکرده. یک شنت موجود است، یعنی خون از طرف راست به چپ، راست به طرف چپ به راست این تبادله میشه و در نهایت سبب میشه که قلب به طرف عدم کفایه ببره. یا مثلا یک جوان پرکاری غده تایراید داره، یک خانم در جریان حمل قبل از او و بعد از اون امکان داره دچار عدم کفایه شه، یا امکان داره به طور مثال مریضان مایوپاتی داشته باشه، امراض عضله قلب به شکل مثلا اکثر اوقات ژنتیکی یا امراض آتو ایمیون امکان داره جوانا رو همچنان معوف کنه. ولی در کل یک موتر است، مدلش 1995 است که یک مدل که مثلا 2020 باشه فرق داره. یا یک ماشین است، دقیق یک ماشین خدایی است. بنابراین هر قدر که عمر پیش رفته بره، اگر ما امراض مترافقه داشته باشیم و به او توجه نکنیم، چانس تاسیس عدم کفایه پیش ما زیادتر. یاد نگفته نمانه که کسایی هست سنشان 70 ساله و قلبشان به شکل یک ساعت تک 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 کار میده، چرا فاکتورهای خطر یا نداشتن یا یک اگه داشتن مصلحش کرده. خیلی عالی. پس حالا از شما بیشتر میشنویم که چگونه تغییرات را در سبک زندگی خود ایجاد بکنیم تا زندگی سالمتر و از همه مهمتر قلب تک تکی به گفته شما داشته باشه. ابتدا وقایه. در کل ایتیولوژی و عواملی که سبب عدم کفایه قلب میشه به دو کاتگوری تصنیف بندی میشه: عوامل قابل وقایه، عوامل غیر قابل وقایه. عوامل قابل وقایه چی باید بکنیم؟ فاکتورهای خطر به خاطر بندش رگ‌های قلب پیش خود باید اصلاح بکنیم. مثلا نمک کم بسازیم، چربیای مشبوع را کم بسازیم، ترکاری را ترجیح بدیم، میوه را ترجیح بدیم. در پالی از او فعالیت فیزیکی منظم 30 دقیقه‌ای در روز یا حداقل 150 دقیقه در هفته باید داشته باشیم. سیگارت ازش باید فاصله بگیریم، الکل باید بند کنیم، استفاده از کوکائین باید ازش فاصله گرفته شود. سپلمنت هایی که در ترکیب خود حاوی مقدار زیاد ویتامین B1 باشه از استفاده شود. اگر پرکاری غده تایراید داریم باید تداوی شود. اگر ما به طور مثال کمخونی های شدید داریم این باید تداوی شود. و در پالی اگر فشار بلند داریم این را باید کنترل کنیم. این را به نام اصلاح فاکتورهای خطر قابل تغییر میگن. اگر عدم کفایت تاسیس کرد اینجا دیگه میشن مکمل تبدیل میشه. در این صورت معلوم میشه که آیا عواملی که سبب عدم کفایه شده قابل اصلاح نیست. اگر قابل اصلاح بود خود تیز اصلاحش میکنن با استفاده از دوا، پروسیجرهای مثلا مداخلوی جراحی و غیر جراحی. ولی اگر مثلا عوامل غیر قابل اصلاح بود، باز تداوی عدم کفایه قلب پیش مریض شروع میشه که از تغییر در سبک زندگی شروع تا به تداوی دوایی، تا به مثلا نصب بالتی در قلب، تا به مثلا بعضن حتی به پیوند قلب خلاصه میشه. بسیار خوب. یک دنیا تشکر میکنم دکتر صاحب محترم از حضور شما در بخش نبض سلامتی برنامه و توصیه های خوبتان که با ما و هموطنان عزیز ما شریک کردید. لطف دارین رسولی صاحب، تشکر. نوبت خوب و خوش داشته باشین. از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تا این دم در کنار ما هستین. بخش بعدی برنامه را با همکار خوبم بصیره جان حبیبی فراموش نکنین. در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه.